واکنش علی کریمی به اتهام سوء استفاده مالی از خواهرش. علی کریمی در واکنش به خبر میزان در مورد سوء استفاده 770 میلیارد تومانی از خواهرش به تلاش حکومت برای بیابرو کردن مولوی عبدالحمید اشاره کرده و نوشت: همیشه و در همه حال هدفم مبارزه با فساد بوده و هست و خواهد بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه 28 خرداد در گزارشی از بازداشت خواهر علی کریمی، فوتبالیست سرشناس، خبر داده و نوشت او به اتهام کلاهبرداری در زندان به سر می‌برد. طبق این گزارش، لیلا کریمی، خواهر علی کریمی، در جریان بازدید دادستان تهران از بند محکومان مالی ندامتگاه مرکزی نسوان استان تهران با او دیدار کرده و گفته علت زندانی شدنش به اجرا گذاشتن دو چک سفید امضای او به ارزش 770 میلیارد تومان به وسیله برادرش بوده است. در این گزارش که دیگر رسانه‌های حکومتی نیز آن را منتشر کرده‌اند، گفته شده لیلا کریمی 50 فقره چک سفید امضا به برادرش داده بود، اما پس از آن که متوجه می‌شود این چک‌ها در معاملاتی نظیر خرید باشگاه فوتبال سپیدرود و خرید زمین و ملک استفاده شده اند، از دادن چکای بیشتر به علی کریمی خودداری کرده و همین امر موجب اختلاف بین آنها می شود. در گزارش ها لیلا کریمی مادر دو فرزند 5 و 15 ساله معرفی شده و آمده دادیار معاونت زنان، کودکان و خانواده دادسرای تهران در نامه‌ای به دادستان وضعیت او را نامساعد عنوان کرده و نوشته است که تمام شاکیان پرونده لیلا کریمی دوستان و نزدیکان برادرش علی کریمی هستند. ساعتی پس از انتشار این گزارش، کاربران وابسته به حکومت در شبکه‌های اجتماعی حملات گسترده علیه علی کریمی ترتیب دادند. این فوتبالیست محبوب پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سراسری در ایران به یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون تبدیل شد و در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و پست‌های فراوانی را در حمایت از خیزش مردمی منتشر کرد. علی کریمی در واکنش به این گزارش بدون اشاره به اتهامات رسانه‌های حکومتی در توییتر نوشت: همیشه و در همه حال هدفم مبارزه با فساد بوده و هست و خواهد بود. او همچنین تصویر خبری را به اشتراک گذاشت که پس از هک سایت خبرگزاری فارس و افشا شدن بولتن‌های محرمانه این خبرگزاری در رابطه با بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید منتشر شده بود. کریمی در ادامه توییت خود نوشت: از همین تریبون اعلام می‌کنم هر کدام از اقوام درجه یک و دوستان و نزدیکانم باعث گزند و آسیب به فرد دیگری در جامعه شد، اشد مجازات را برای آن فرد خاطی خواست دارم. در همین حال شماری از کاربران انتشار چنین خبری را پرسش برانگیز و قابل تردید و در راستای پرونده سازی حکومت برای علی کریمی و خانواده‌اش توصیف کردند. دوستان عزیز، نظرات خودتون رو برای ما بنویسید.